آقای حسن نوریان سرکنسول جمهوری اسلام ایران اسلامی ایران در حیدرآباد التماس سخنرانی میکنم. لطفا تشریف بیارید آقای حسن نوریان. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام علیکم و رحمت الله. This international seminar is the title of promotion of Persian language in Deccan, but I don't know, is it possible to speak in English or Urdu? Professor Aziz Banu, in English? Yes. And both? Yes. English and Persian. I would like to thank the Honorable Vice Chancellor of the Moulana Azad Urdu University because of his full support to organizing of the Persian seminars at the university, and also his support to establish Iranology chamber in Department of Persian language. And also I would like to thank Professor Aziz Banu because of actually his very thankful and meaningful, fruitful activities in this university, and he has a very close relation with our consulate. And I would like to thank to Mr. Hassan Khani, the cultural attaché of the Iran consulate. Actually, he's residing in Mumbai, but he's doing the cultural affairs in south of India. This is my pleasure that I'm here in Maulana Azad University for second time during 3 months. The last time I was here for celebrating Maulana Azad Day. And in that seminar, I told the participants that we are very close relation with Maulana Azad's ideals because he was a Muslim. He was a mufassir of Holy Quran, and also he used to write his letters in Persian language. Let me continue with Persian language, because Persian is sweet and very soft, and this seminar is titled with Persian language. And there are many Iranian students who are participating in this seminar, and also some Persian, actually, professors here. عرض کردم که ما بسیار علاقمندیم به مولانا ابوالکلام آزاد به خاطر اینکه ایشان یک مسلمان بود و مفسر قرآن و به همین دلیل معروف بود به امام الهند و در قرآن ایشون ثابت میکنه که ذوالقرنین همان کوروش کبیر پادشاه ایرانی است و دلیل سوم هم این که ایشون به زبان فارسی هم آشنا بود. خوشبختانه با حمایت خانه فرهنگ و تلاش های سرکار خانم پروفسور عزیز بانو، مرکز ایرانشناسی در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد و یادداشت تفاهم مربوطم امروز به امضا میرسه. زبان فارسی در گذشته زبان علم و زبان دانش در منطقه دکن بود. میخوام به سزارتون برسونم که زبان فارسی امروز هم زبان علم و زبان دانش هست. خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب دستاوردهای بزرگی داشتیم، از جمله این که مقام ایران در زمینه تولید علم در سال 2012 به رتبه 13 جهان رسید و در منطقه خاورمیانه مقام ما مقام اول در زمینه تولید علم است. این دستاورد بزرگ به خاطر حفظ میراث بزرگ تمدنی و فرهنگی و حفظ زبان فارسی است.
در بسیاری از کشورها اعتقادشون بر اینه که اگر میخواهید همراه با دنیا حرکت کنید حتما باید زبان دنیا رو بیاموزید. مثلا به زبان انگلیسی صحبت کنید تا بتونید همراه با دنیا و همگام با اونها باشید. اما ما معتقدیم هر گونه دستاورد و موفقیتی به خاطر حفظ زبان ماست. ما زبان فارسی رو حفظ خواهیم کرد، به اون احترام میگذاریم و علت اینکه امروز هم در این سمینار خدمت شما هستیم به خاطر حفظ میراث تمدنی و فرهنگی ماست. بیشتر از این مصدع نمیشم، چون میخوام انشالله بعد از برنامه ها به بحث امضای یادداشت تفاهم بپردازیم. مجدداً از حضور همه شما تقدیر و تشکر میکنم، از دوستانی که ما رو همراهی کردند، جناب آقای پاریات همکار جدید ما در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد که مسئولیت امور توسعه روابط اقتصادی رو بر عهده خواهند داشت و امور فرهنگی و رسانه، از جناب آقای دشتی هم که از بمبئی تشریف آوردن و امروز مهمان ما هستند تشکر میکنم. جا داره از زحمات آقای اکبر نیرومند عرض شود که مسئول روابط عمومی سرکنسولگری که تجربه طولانی 28 سالشون رو در زمینه گسترش روابط و توسعه زبان فارسی به کار میگیرند هم تقدیر و تشکر بکنم. ایران هندوستان زنده باد، دوستی پاینده باد.